این آقای نیکولا چاوچسکو هست که دو روز پیش از این که اعدام بشه کشته بشه توسط ارتش خودش 25 دسامبر است، یعنی دسامبر امسال که پشت سرمون بود گذشت، 30مین سال کشته شدن و سقوط نیکولا چاوچسکو. نیکولا چاوچسکو 5 روز پیش از این که کشته بشه در تهران بود، به مدت 2 روز مهمان هاشمی رفسنجانی در ایران بود و ایشون عنصر و عاملی بود که نفت ایران رو، چون ایران میدونید از ابتدای انقلاب سیاه مورد تحریم هست و همواره دنبال این بوده که یک بازار سیاهی پیدا کنه برای خرید و فروش و به ویژه فروش نفتش. نفت رو ارزان‌تر به کشورها و شخصیت‌های دیگه میفروخته و میفروشه تا اونها گرون‌تر بفروشن و یک دلالی وسط بکنن و غیره. نیکولا چاوچسکو که از زمان محمد رضا شاه با ایران رابطه خوبی داشت و به ایران رفت، با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط بسیار خوبی داشت و ایشون 18 دسامبر 1989 میره تهران، 2 تا 3 روز در تهران هست، یعنی یکی از شهرهای اون کشورش تظاهرات میشه، 2-3 نفر کشته میشن. بعد ایشون 20 دسامبر 1989 برمیگرده به کشور خودش. وقتی که برمیگرده، همین سخنرانی که میبینید داره انجام میده، این سخنرانی 8 دقیقه اولش مثل همیشه با احساسات گرم آدمایی که پایین بودن مواجه میشه و کف زدن ها و زنده باد چاوچسکوها و چه و چه و اینا، از دقیقه 8 به گونه میشه که از اون ته صفوف چند نفری شعارهای علیه او میدن، هوش میکنن و با اینکه همه فرار میکنن دور برش میرن، وای میسه خودش تا پایان صحبتشون میکنه و قول میده که وضع معیشت مردم ببره بالاتر، بیشتر بکنه، بهتر بکنه و کف میزنه براش، باز دوباره اون کف میزنه، ولی اون تظاهرات ته صف دنبال میشه و هر چند در جلو مردم هوادارانش هستند و در پشت سرشون مخالفینش، ولی همین تاثیر جالبه میذاره که بعدشون رو بازداشت میکنن بازنش و میبینید الان اینها رو دارن دستاشون میخوان ببندن که خانمش اجازه نمیده، دستا خود نیکولا چاوچسکو میبندن. دیگه من فیلم اعدام کشته شدنشو برای شما نشون نمیدم چون خیلی دردآور هست و از طریق یوتیوب هم میدید وقتی که این فیلم رو نشون بدیم فیلم بچار مشکل میشه. این خانمش داره زور میزنه که نذره دستاشو ببندن، کسی که اقتدار و قدرتی داشت 25 سال در اونجا حکومت کرد. مردم ایران ما و افغانستان و جای دیگه عراق اینها یاد گرفتن، لبنان، که این سیاستمداران رو میرن و مجالسشون رو همینطور بهش حمله میکنن، اینها رو کتک میزنن و میگن تا این سالها چه کردیم. درست همین کاری که با نیکولا چاوچسکو شد که در پایان موجب نابودی نظامش و خودش و خانمش شد.